سلام آقا، به یه رو به شما دیگه خوش اومدین. بچه ها میخوام امروز براتون اون خاطره کذایی یک روز ما در دادسرای ارشاد رو براتون تعریف بکنم که همچین هیچ در حقیقت حال و هوای ایران همیشه همین جوریه. یعنی هر وقت که این در رابطه با این موضوع صحبت بشه تا زمانی که جمهوری اسلامی هست من فکر میکنم که بیراه نیست، به لحاظ اینکه یه موضوعیه که ما به صورت مدام تمام ایرانی هایی که در ایران زندگی میکنن یا همه کسانی که در ایران زندگی میکنن کلا باهاش دست به گریبانن. آقا داستان از اینجا شروع شد که تا یه جایی ماجرا رو در حال میدونید دیگه، ممکنه یه مقداری حالت طولانی بشه، قبلش از شما عذرخواهی میکنم. ببین، ما وزارت اطلاعات که ما رو گرفت و رفت و اون بلاها رو سر ما آورد و ما پستامون رو که همه رو آرشیف کردیم و دیگه چیز جدیدی نذاشتیم و اینا، فکر کردیم که مشکل تموم شده، در صورتی که یه اسمس برای ما اومد یه روزی که باید بریم دادسرا. بعد من به اون یارو آقایی که مال وزارت اطلاعات بود، به خودش میگفت اره برقی، من براش دایرکت دادم توی واتساپ که آقا چی شد، مگه شما نگفتی داستان تمومه، برای چی باید بریم دادسرا؟ ایشون جواب من نداد، یعنی کاملا تماس من رو ایگنور کرد. من گفتم حالا میریم دیگه. ما فکر کردیم که لابد ما چون همه این کارهایی که اینا از ما خواستن انجام دادیم و بعد وزارت اطلاعات از ما یک شکایتی کرده بوده، لابد الان ما میریم اونجا و بعد اینا میگن که اوکی دیگه ما شکایت رو پس گرفتیم و پرونده مختوم شده. من رفتم روز قبلش اونجا و بعد رفتم تو، گفتم که آقا ما خواهیم بریم پاسپورتمون رو ببینیم و رفتم بالا. بعد پاسپورت با یه لحن خیلی مسخره‌ای گفتش که همسرت کجاست؟ گفتم که خب خونه است دیگه. گفت نه برو با اون بیا. گفتم که خب چرا مثلا، خب باشه اول شما به من بگین مشکل رو، یعنی حرفتون رو من بزنین، شما بچه کوچول دارین، بعد من میرم خونه رو میفرستم. گفت نه برو با اون بیا، برو فردا صبح اول وقت بیا که من سری کارتون رو بندازم بری. بعد گفتم که باشه، پس چه ساعتی بیام؟ گفت مثلا 8:30 اینجا باش. ما رفتیم به شبرم، گفتم که آقا بیا و بعد خاله مرجان رو گذاشتیم تو خونه و شب قبلش هم گفتم که من دارم میرم دادسرا. مادرم هم بنده خدا گفتش که خب منم باید میام. گفتم آقا نیازی نیست اینو. گفت نه باز منم باید میام، بذار یه سندم میارم که حالا یه وقت مثلا شاید احتیاج شد و اینا. منم گفتم خب بیا. البته ما مطمئن بودیم که الان میرم اونجا و میگن که خب دیگه شکایت پس گرفته شد و شما برید. آقا ما وارد شدیم. بذین براتون، واقعا امیدوارم که هیچ وقت پاتون به یک همچین بیدادگاهی باز نشه، ولی اگرم شده پس میفهمی من چی دارم میگم. البته که پای هیچ فرمان اگر باز نشده باشه، پای شما باز نشده باشه، واقعا بیراه نیست اگر بدونیم که اونجا چه اتفاق میفته. آقا مثلا این دادسرای ارشاد که نزدیک خیابون وزرایه یا تو هم خیابون بخارسته، در حقیقت یک کثافت خانه به تمام معناه، یک ساختمون 4-5 طبقه، شاید مثلا بهتون بگم نزدیک 300 نفر، شاید مثلا حالا همینجوری حدسی میگم اونجا کار میکنن، یه چیزی نزدیک 4-5 هزار نفر تا 10 هزار نفر هم احتمالا در روز توی این ساختمون میان و میرن به عنوان ارباب رجوع، که تمام اینها، یعنی چه اون آدمایی که اونجا دارن کار میکنن چه اون ارباب رجوعایی که دارن میرن اونجا، حقیقتاً هیچ کدومشون نباید اونجا باشن. یعنی اصلا یک همچین ساختمانی کاملاً از اساس یک جای به درد نخور و زائده، یا حداقل به عقل یک آدم عادی و یک عقل سلیم سالم به درد نخوره. به خاطر چی؟ برای اینکه حکومت که قطعاً از این استفاده های دیگری میکنه. ببین آقا، هر کسی که وارد اون ساختمون شده بی خود داره میره اونجا، یعنی کاری نکرده، مجرم نیست. اصلا ما نباید چیزی به نام دادسرای ارشاد داشته باشیم. دادسرای ارشاد اسم قدیم همون منکراته و اصلا من نمیفهم آدمایی که اونجا میرن یا با یک دختری یا پسری گرفتنشون، یعنی به جرم داشتن یک رابطه اروتیک مثلا گرفتنشون، یا به جرم خوردن یا فروختن یا تهیه کردن مشروبات الکلی گرفتنشون، یا به جرم شرکت در یک مثلا میهمانی مختلط گرفتنشون، یا به یعنی در حقیقت اینا هیچ کدوم جرمی به اون صورت انجام ندادن که بهش بگیم جرم. واقعا هیچ کدوم شاکی خصوصی معمولا ندارن، معمولا 99% و دولت اینا رو، پلیس اینا رو گشت ارشاد یا گشت ارشاد یا نمیدونم سپاه یا بسیج یا یک جایی بالاخره اینا رو به این جرائم گرفته. یعنی شما وقتی همون اول بسم الله وارد میشی داری یه جایی میری که
جرمی اصلا مرتکب نشدی و بعد باید بری از جرم مرتکب نشده خودت یا دفاع بکنی یا ابراز پشیمانی بکنی یا بزنی زیرش یا بری شلاقتو مثلا بخوری یا زندان برات بنویسن یا جریمتو بنویسن. یعنی کل این اداره و این آدم‌ها با این چشمای گریون و کاسه پر از خون واقعا همشون بی خودی میرن اونجا و میان. من همون اول که اومدیم بریم وارد چیم، که صبح اول صبح اومدیم وارد چیم، اینا به ما گفته بودن که خب هیچ کس نفهمه، به هیچ کس نباید بگید که چه اتفاقی افتاده دیگه. من اومدم وارد بشم، همون اول بسم الله سربازی گفتش که پیکاسو خانم شاروخی مشروب خوردین؟ بعد ما همینجوری گفتیم نه آقا، ما اومدیم کار داریم. چی شده؟ تو مهدوی مهمونی مختلط گرفتن تو. میگم نه آقا ما کار بریم تو، میخوام بریم تو کار داریم، باید بریم بالا. چیکار کردین که باید بریم بالا؟ یعنی هر کسی که میمد اونجا اون سرباز دم در که میگرده کاملا میدونست که یا یکی از این موارد احتمالا اتفاق افتاده دیگه، چون اونجا جرم اینا در بالاترین شرایط ممکنش شما میتونی فکر بکنی و بگی که این مثلا این کار شاید گناه باشه. حالا به زعم اونها گناه هم که خب به حکومت چه ربطی داره من گناه کردم کردم؟ به حکومت واقعا من نفهم چه ربطی داره که کی چی خورده، کی داده، کی کرده، کی با کی نشسته برخاست کرده. اینا یک مسائل کاملا خصوصیه دیگه که اصلا ربطی به دولت و حکومت و قاضی و دادگاه نداره. آقا ما رفتیم اونجا، خواهر شبنم با ما اومد به عنوان وکیل. خب شش خواهر شبنم وکیله، خاله سهرا اومد و مادر من هم که بنده خدا اومد یه سندم اتفاقا به خودش آورده بود که اگه وقت کار بیدون جایش. ما نشستیم اونجا و نگم براتون، مثلا ما در طبقه سوم بودیم اگر اشتباه نکنم و بچه ها تو این طبقات همینجوری جوونا میرفتن و یه مشت نوجوون میرفتن و میومدن و یک مشت پدر یا مادر نگران دنبال این بچه هاشون تو مهمونی گرفته بودنشون، با یک دوست دختر یا دوست پسری توی خیابون یا توی پارک گرفته بودنشون، با دوستاشون بیرون رفته بودن توی کوه گرفته بودنشون، یا مثلا یه آدمایی میمدن که معلوم بود اینا مشروب فروشن، مثلا که یکی یه دونه شیشه مشروب به عنوان نمونه جرم دست خود مجرم بود با دستبند، بعد جلو جلو راه میرفت یه سربازم پشتش میگفت برو چپ برو راست برو بالا بیا پایین، از این اتاق به اون اتاق، از اون اتاق به این اتاق می بردن اینجا که مثلا چه میدونم بالا پاسپورت یا هر کسی که هست اینجا مثلا نمونه جرمو ببینه، خود یارم حمال نمونه جرمش بود. مثلا یک وضعیتی، مردم همه گریون، همه در حال التماس و بعد همه حجابام سفت سفت به خاطر اینکه خب اونجا معلومه چه جور جاییه دیگه، اصلا برای چی اونجا اومدین؟ همه پریشان حال، یعنی ساعت 8 صبح که شما وارد اون ساختمون میشی حال همه همون شکلیه، یعنی نخوابیدن انگار معلومه که حداقل 24 ساعت نخوابیدن، مشوش، نگران، ناراحت، بچه‌هاشون از توی بازداشتگاه اومدن اونجا، خود پدر و مادرها اومدن اونجا، معلوم نیست چند روزی که دنبال پرونده شونن، اصلا یک وضعیتیه. بعد ما رفتیم اونجا، من میخوام فقط اینو تعریف کنم که شما جو این جور جاها رو بدونید که واقعا چه کسافت خونه ایه و چه میکنن با مردم. ببین ما رفتیم پشت در وایسادیم و اون آقایه که اگر اشتباه نکنم فامیلیش هم اسلامی بود، حالا یه چیز شبیه به این، اومد و گفتش که رئیس دفتر این پاسپورت ما بود، گفتش که آره اومدین خب وایسین تشریف داشته باشین، چون روز قبلش من دیده بود دیگه. بعد ما وایسادیم و این وسط همینجوری آدما میرفتن و میومدن، بعد ما همینجوری هاج و واج نگاه میکردیم که اینجا کجاست، اینا چی میگن، چقدر مردم داغونن، چرا همون اول صبح اینقدر اینجا شلوغه و آدمایی میرفتن میمدن، یه مادری دنبال یه دونه آدم پشمالو، تو رو خدا حاج آقا حاج آقا حاج آقا، اونایی برمیگشت پشتو نگاه میکرد رد میشد میرفت، این از اون ور این از این ور. ما منتظر بودیم مثلا ساعت 8 رفتیم، ساعت شده 10:30 صبح، همینجوری این صحنه رو یکی پس از دیگری میبینیم، آدمایی که در حال گریه، در حال زاری، آب دهنشون خوش شده، پر از استرسن، میرن میان دست بند به دست بچه‌ها، بچه‌ها مثلا آدمای 19 20 ساله، همینجوری دارن میبرنشون میارنشون، چند نفر رو تو هم دست بند زدن، یه وضعیت عجیب غریبی. مثلا یه چند نفر دستاشون اینجوری تو هم دستبند زدن، بعد یه سرباز یه نفرشون رو میکشه، اینا کچ 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 بندهای خدا باش مثلا میرن تا. بعد یه یک خانومی بود که خیلی قیافه مثلا به هم ریخته و پریشان داشت بنده خدا، شاید مثلا نزدیک 30 سالش بود. بعد این اونجا وایساده بود و یه آقایی که خب طبق معمول یقش هم تا ته بسته و
پیرن سفید و روی شلوارشه، یه مرتبه وسط راه رو شروع کرد با صدای بلند فریاد زدن. همه برگشتیم، همه بهت مگه نمیگم حجابت رو رعایت کن؟ یه بار دیگه اینجا ببینم حجابت رو رعایت نکردی میذارم بیرون، اینجا دادترای ارشاد نمیدونم فلان بیسار. بعد این خانم بنده خدا نه آرایشی نه هیچی، ساعت ده صبح پریشان، معلومه که مثلا دو روز نخوابیده، هی سعی میکرد یه جوری موهاشو درست بکنه. و بعد منم مدام داشتم غر میزدم و هی به مادرم میگفتم، حالا مادر من یک خانم چادری، به مادرم میگفتم ببین چی درست کردن، ببین آدمایی مثل پدر باعث شدن که چه چیزی، چه سیستم کثافتی اینجا درست شه. بعد مادر من بنده خدا میگفت نه بابا اینا حتما هر کدومشون یه جرمی انجام دادن، مگه میشه اینا حتما یه کاری کردن. همش این بحثی زیرزبونی به مادر من بود که یک مرتبه صدا اون یارو بلند شد. بعد نشون مادر من همینجوری هاج و واج مونده بود، نگاه میکرد که بعد خانم دیگه جایی نش توی دیوار، میخواست بره توی دیوار فرو، هیچی نمیگفت دیگه، همون روسری شد دیگه حسابی تا اونجایی که تونست و هیچ ایرادی هم نشون. اصلا داداش وقتی یه نفر میره توی دادسرای ارشاد، وقتی میره توی منکرات، معلومه که همه حجابشون رعایت میکنن از ترسشون، اوپس، همه حجابشون از ترسشون رعایت میکنن. آقا این خانم دیگه حجابشون رو صفر کرد و یارو یه حال خیلی غریب اینجوری رد شد رفت. روبروی اونجایی که من نشسته بودم یه اتاقی بود، یک پیرمرد کریه قد کوتاهی دقیقا به همین کیفیته، یقه بسته تا ته و یه پیرن روی سفیدش اونجای من نگاه میکرد، از این قیافه هایی که مثلا به اصطلاح یه زمانی تو جبهه بودن و از این فازای اینجوری، حداقل چیزشون اینه، افشون اینه. همینجور میدم با مادرم دارم صحبت میکنم، یه از توی اتاق گفتش که اوه، اونجا داد زد، چی میگی برای خودت؟ یعنی میفهمید که من دارم با مادرم غور میزنم دیگه به این سیستم. منم عصبانی تا چه وضعیتی ها گفتم چیه؟ بعد اصلا انتظار نداشت که من مثلا یه برگردم توی صورتش، گفت بهت میگم چی میگی؟ بلند شو بیا اینجا. و من یه مرتبه از جا بلند شدم، اینقدر بود پیره مرده، رفتم تو اتاقش، میگم بله. یهو هی اومد با من با یک لحن خیلی تندی صحبت بکنی که من بترسم، من نمیدونم رو کیه که صحرا یک مرتبه خواهر شبنم رنگ از روش پرید و خیلی رفتم اون تو. و حالا اونم میگم چرا رفتم اون تو. گفتم که بله چیه؟ گفت چی داری میگی اونجا؟ گفتم دارم با مادرم یک صحبت خصوصی میکنم. به شما چه؟ گفت به من چه؟ بیا اینجا بشین ببینم. من رفتم اونجا نشستم جلوی دفترش، گفتم بله. گفت بهت میگم چی داری میگی اونجا؟ چی داشتی میگفتی؟ اینجا میفهمی کجاست؟ گفتم نه والله من اومدم از اولی که اومدم نمیدونم اینجا کجاست، یعنی واقعا شاخم در اومده، شما کی هستین؟ این آدم ها کیان؟ جریان چیه؟ واقعا نه نمیدونم اینجا کجاست، اصلا گرخیدم، اینجا چه خبره واقعا؟ شما کی هستی الان؟ چی میخوای از جون من آقا؟ بگوش که اینجا دادسرای ارشاده، اصل موضوع اینجا در رابطه با چشوی این امر معروف نهی از منکر و حجاب و فلان ایناست، نمیشه توی این ساختمون یک نفر حجاب نداشته باشه. گفتم اون خانم که حجاب داشت، حجابش هم خیلی اتفاقا خوب بود، من نمیدونم اونا برش داد میزد، ولی الان شما از من چی میخوای؟ گفت چی داری میگی به اون خانم؟ گفتم اون خانم مادر من، دارم این حرف خصوصی میزنم، به شما چه ربطی داره؟ بعد یارو هی میگفت استغفر الله ربی بطول، یه جوری مثلا رفتار میکرد انگار داره خشمشو مثلا قورت میده مثلا که نزنه من رو چپ و راست بکنه مرد که مفنگی. بعد یه من گوش که کارت ملی تو ببینم. و بعد من اصلا منظور این داستان رو در دادسرا نمیدونم. آقا تو دادسرا وقتی میگه کارت ملی تو بده من، یعنی بازداشتی. من چه میدونستم؟ بلند شدم گفتم بفرمایید اینم کارت ملی. کارت ملی رو بهش دادم. بعد گفت ولی چیکار؟ گفتم من کاری ندارم، شما من کار دارین. گفتیم برو شعبه 5، من منتظرم برم پیش آقای فلانی داد بازپرس. تا اینو گفتم خودش فهمید که ها من ریدم، اصلا فهمید که من خودم پرونده دارم و قرار اصلا اینجا بمونم. کارتمو داد، گفت بگیر پسر، برو بشین، این بار ازت گذشت میکنم. من اصلا مونده بودم، گفتم آخه گذشت مثلا نمیفهمم چی داری میگی آقا، میگی من چیکار کردم؟ گفت بگی برو دیگه، صبر من تام چیز نکن، صبر منو نمیدونم امتحان نکن، یه چیزی از این داری بریم. خلاصه من آمارم از اتاق بیرون نشستم. بعد سهر اومد گفت وای پیکاسو، این رئیس حراست این ساختمونه، این با خود من خواهر سهرا که اونجا وکیل آمده شد داره گفت 10 بار برخورد داشته، این کلن خیلی آدم عوضیه. همینجوری چی شد رفتی اونجا؟ گفتم من نمیدونم، من اصلا که مثلا کاری ندارم آخه با اون، من نمیفهمم. بعد به مادرم میگم بیا میبینی،
بعد یه چیزی که خیلی جالبه بهتون بگم، در همه راهروهای اینجا یه عکس از حرم حسین بن علی امام حسین گذاشتن، یه عکس از اون حرم امام حسین تو همه صفا، تو همه این راهروها، مردم با این چشمان گریون که راه میرن، مردم با این ترس و هول و ولا و حکم شلاق، نمیدونم حکم زندان و حکم این جریمه های نقدی و بگیر و ببند و بازداشت و اینا، هی چشمشون میخوره به این عکس ها. بعد میگن چرا مردم به امام حسین فحش میدن، چرا مردم نمیدونم چی چیان، چرا مردم با دین بدن. بابا اصلا کثافت زدین به همه چیتون. یعنی واقعا اگر شماها نماینده و ریپرزنتیتیو این مکتب و این امام هستین، باید واقعا به اونا شک کرد، واقعا باید به اونا شک کرد اگر شما طرفدارانشونین. مگه نمیگن که هر درختی رو باید از بار و میوه شناخت؟ شما یک مش کثافتین واقعا. ما رو صدا کردم بالاخره تو من رفتم گفتم آقا چی شد بالاخره؟ اون آقای نمیدونم اسلامی یا هر چیزی که اسمش بود گفت خیلی عجله داری بری تو، نه حالا برو بشین، فعلا برو از هوای آزاد لذت ببر. ما آمدم رفتم نشستم و خلاصه صدا کردن. ما دو نفری بلند شدیم رفتیم اون تو و بعد به من پاسپورت گفت شما برو بیرون خانومت بمونه. من رفتم بیرون و یه چند دقیقه بعد شبنم اومد، رنگ از رو پریده. یهو من سعی رفتم سمتش، گفت برو تو رو صدا میکنم. گفتم چی شد؟ گفت پیکی نابودمون دارن میکنن. و بعد یهو من رفتم تو، اصلا با این اصلا ریختم. رفتم اون تو، طرف شروع کرد گفتش که آره این یک انقدر صفحه‌ای که داستان‌هایی که اونجا توی اون روز بازپرسی پرونده به اصطلاح پرونده ما بود اونجا بود و گفتش که شما مجرمید یا متهمید. متهمید ببین مثلا 20 تا برای من چیز خوند، 20 تا برای من مصادیق مجرمانه مثلا خوند، چون می‌دونم همکاری با چیه بیگانه، با دولت متخاصم، نمی‌دونم همکاری با مسیح علی نژاد، مثلا من اینم شده بود مثلا جرم است که تا الان شده جرم، نمی‌دونم حمایت از دختران انقلاب، ترویج فساد و بی‌بندوباری، تولید و اشاعه می‌دونم اشاعه فحشا، تولید و انتشار محتوای مستهجن، چی. با من همینجوری مونده بودم، میگم آقا اینا چیه میگه، این دریوریات چیه، اینا چیه، من کی کدوم یکی از اینا رو انجام دادم؟ گوش کن نظرت به من بگو اینا رو قبول داری یا نه. گفتم نه معلومه قبول ندارم، ولی اصلا اینا اتفاقاتی نیست که نیفتاده باشه، نیفتاده، اینا اتفاقاتی نیست که افتاده. گو اینا که از حرم شمس تو این پرونده شما هم که همه رو پیش ضابط قضایی ما اعتراف کردی، پیش ضابط ما، ضابط قضایی نم ضابط. بعد من میگم من کجا اعتراف کردم؟ گفت آره شما اونجا که رفته بودی پیش ضابط ما اینا رو همه رو امضا کردی. گفتم یارو گفت اینا رو امضا کن که اینا نوشته های توه، پست های توه. خب من امضا کردم، ولی اینایی که شما میگید هیچ کدوم این کاری که شما میگید نیست. گفت چرا؟ حالا اونو بعد دیگه قاضی تشخیص بده. گفتم که اینا رو هیچکدوم قبول ندارم و اینا اتفاقات، حالا این پست مال منه بله، ولی کن هیچ کدوم از اینا اون تعاریف و معانی که شما، یعنی اون معنی که شما میگید رو نداره که. گفت اینا رو بنویس. گفتم نه من این جرمو قبول ندارم و فلان میساز این حرفا و گوش گالو برو بیرون. من اومدم بیرون نشستم، یک سربازی اومد و گفتش که سید احمد منشیرازی و محبوب شاهرخی بله کارت ملیاتونو بدین. ما کارت ملیمونه که دادیم صحرا یک مرتبه گفت وای. گفتم چیه؟ گفت بازداشت شدین. بعد سراسیمه دوید رفت توی اتاق بازپرس که آقا اینا برای چی میخوای بازداشت بکنی، داستان چیه فلان اینا. و بعد یه سربازی اومد و گفت بلند شین و ما رو، منو شبنم بلند کرد و مادرم اصلا همینجوری رنگ از روش پریده بود. بعد مادر من رفت دوید رفت تو اون اتاق گفت آقا میخواید این دختره رو بازداشت کنید؟ برای چی؟ میشه منو نگه دارید؟ این مادر بچه شیرخوار داره. مادر من میگفت اخیال میکرد مثلا عهد دقیانوس مثلا برن آدم جای آدم بذارن، که البته واقعا هم با این رفتاری که اونا میکنن همینم هم بود. خلاصی رو گوش که نخوانم بفهمید بیرون و ما رو برداشتن بردن پایین. همون طبقه همکف اگر اشتباه نکنم، اون پشتش جایی درست کردن به نام بازداشتگاه، یه اتاق کوچولویی و مثلا تو اون جایی که من بودم مثلا 20 نفر آدم توی اتاق خیلی مثلا کوچولو، توی اتاق 16 متری مثلا کمتر، حتی 20 آدم همه نشسته بودن تو هم. یه بنده خدایی هم که البته خیلی هیکل درشتی داشت و سیبیلای مثلا خیلی چخماقی داشتم، اون ته خوابیده بود. به نظر من وارد که شدم احساس کردم که انگار مثلا اینجا یه زندان، اینم اون لاتس که قشنگ خوابیده با اون سیبیلای مثلا
کذاییش اینجوری مثلا صحنه بود، هم من یه مش آدم معمولی، بقیه بنده خدا همه چه بیرون تو، هم قسمت خانوماش هم که همون اون بغلش بود و دیوار خیلی نازکی بین اون بود که سلاحشون رو میشنیدیم، شبنم کردم اون تو بمانن که شبنم چقدر با اونا دعوا شد و را میرفت و هی من میشینم که زنه اونجا میگه خانم بشین و شبنم میگه نمیخوام بشینم نگران بچه‌مم، بعد میگه بشین میام میشونم تا، اونم میگه ای جرأت داری بیا منو بشون، بعد اینا میگفتن وای این دختره کیه چیه اینا بیرحمن میرم میزننش، یکی به این دختره بگه ساکت باشه، منم گفتم میزنه من اگه بره تو میزنه خارج سرویس میکنه نگران نباش. بعد مونده بودیم که قرار چه اتفاقی واقعا بیفته، یا همینجوری همه با هم حرف میزنن آقا شما چیکار کردی، آقا شما چیکار کردی، آقا شما چیکار کردی، به این میگفتم آقا شما چیکار کردی، یه نفر میگفتش که من مشروب خوردم، یه نفر میگفتش که من دعوا کردم با همسایه‌مون و بعد اومدن منو گرفتن رفتن تست الکل گرفتن دیدن مشروب خوردم منو فرستادن اینجا، این طرف رفته با همسایه‌شون دعوا کرده باید بره در جای دیگه بشستگی بشه چون مشروب خورده میفرستنش اینجا، و یکی چند نفرشون توی مهمونی گرفته بودن، چند نفرشونو چه میدونم هر کسی رو در حال به جرم گرفتن در مهمونی یا قدم زدن با یک خانومی در جایی مثلا یا یک موضوعی مشابه این، اکثرشون مثلا استفاده مشروبات الکلی، که من واقعا مثلا میگم کدومی که از اینا واقعا مجرمن، هیچ کدومشون مجرم نیستن، برای چی اصلا اینا اینجا، برای چی من اینجا. اون بنده خدایی هم که اون انتهاق خوابیده بود بعدم بلند شد، بعد یه پیریزن میمد دمه در ساندویچ براش میوورد، انقدم حیوانکی آدم ساده و بنده خدا مظلومی بود، فقط این سیبیلاش که اینجوری بود یه ذره چاق و گنده بود دیگه، من اون اول فکر کردم این خلافکاره. بعد اون بنده خدا خواب بود به خاطر اینکه شب قبلش هم همونجا بود و نتونسته بود خوب بخوابه دیگه، تو اونجا خوب نمیشد خوابید، خواب مونده بود. بعد نصاب ماهواره بود بنده خدا، مادرش براش مادر پیر داشت ساندویچ، به زور به این سربازه التماس کرد تو رو خدا، اون درواز کردن یه ساندویچ بهش دادن که بیا ساندویچ بخور، دیشب چی نخورده بود. بعد میگوش که آره من دیگه میرم این دفعه زندان، گفت این دفعه سوممه، این دفعه گفت من توی خونم بودم توی مامازن و میگفت یه نفر منو احتمالا لو داده بود، گفت ریختن توی خونم و چند تا ریسیور ازم گرفتن به خاطر نصب آنتن ماهواره، گفت این دفعه سوممه میام دادگاه و دفعه قبل دفعه اول جریمه نقدی شدم، دفعه دوم حبس تعلیقی دارم و این دفعه 3 سال حبس تعلیقی که از دفعه قبل داشتم این دفعه هم قطعا برام یه چیز میبرن و من 4-5 سال میرم زندان. یه زن جوان دارم که اونم بنده خدا گویا بیرون بود، یه مادر دارم و یه بچه، بعد نمیدونم کی خرج اینا رو میخواد بده، بعد مثلا واقعا چی کار کرده با یارو، چه جرمی مثلا یارو رو باید بگیرم واقعا نمیدونم. بعد آدم ها همینجوری هر کی صحبت میکرد، ما نشسته بودیم با هم داشتیم حرف میزدیم و هر کی صحبت ها، یه چند نفر هم مثل من به خاطر اینستاگرام، مثلا یه نفری اومده بود که شرکت تبلیغاتی داشت و بعد در تبلیغش برای یک رستورانی یه خانومی از این بلاگرها که اون خانومه رو هم گرفته بودن مثلا تبلیغ کرده بود، بلاگرها گرفته بودن، اینو گرفته بودن، مدیر تولید شرکت رو گرفته بودن، صاحب رستوران رو گرفته بودن، یکی دو تا صاحب رستوران اونجا بودن که به خاطر بی‌حجابی مشتریاشون، یا بی‌حجابی که اون موقع نداشتیم، به خاطر بد حجابی مشتریاشون گرفته بودنشون، یکی دو نفر، یه نفر واحد تولید لباس داشت آورده بودنش دوباره اونجا به جرم تولید لباس، نمیدونم هیچ کس واقعا جرمی نکرده بود دیگه. بعد جالبه که من اینجا که میشستم میشیدم که یه سربازه مدام با یک حالت فلرتینگی یعنی لاس زدنی هی با شبنم داره تلاش میکنه صحبت بکنه، آره شما چقدر زیبایی، شما هنرپیشه ای، شما چی چهره چقدر آشناست، اینم چی چیه فلانه، اونم گفت آقا برو دست سر بردار فلان، نه شما رو چرا آوردن اینجا واقعا، نمیدونم چه کمکی میتونم بهتون بکنم، برای چی این کارا رو میکنین، حیف شما نیست، نمیدونم از این حرفا، یعنی انقدر وضعیت اونجا خراب. ببین یه مش آدم معمولی هن، یعنی این آدم هایی هم که اونجا کار میکنن مثل همه ما آدم معمولی هن، اونا هم اهل زندگی هن، اهل عشق و حال هن، اهل عزت بردن از زندگیشون هن، چه بسا مشروبات الکلی هم میخورن، قطعا دختربازی هم میکنن، یا اون خانم هایی که اونجا کار میکنن معشوقی دارن، اونا هم آدم هن. این چیزها که رفتارهای کاملا انسانیه، فقط حالا یه ذره مثلا چه میدونم نهایتا اینا اون ور صفن
و مطمئنا این کاراشون کسی نمیبینه و به این موضوعات مردم رسیدگی میکنن، یعنی والله هیچ تفاوتی نداره. همینجوری که ایستاده بودیم بچه‌ها، چهار نفر آدم رو آوردن، دوباره همینجوری که دستاشون تو هم به هم گره زده بود، دستبند دستشون بود، و بعد در باز کردن دستبند رو دونه دونه وام میکرد، اینا رو هول میدن که جا ندشون اتاقه، همینجوری تو. من گفتم که شما رو برش آوردن اینجا؟ گفتن ما رو از وزرا، از اون خیابون بالایی هستش که مال چیزه چی چیه این نمیدونم، اون خیابون وزرا یه دونه جایی داره که میگیرن همه رو، ما رو هم قبلا بچه بودیم تو مهمونی ها اینا میگرفتن، چند بار برده بودن اونجا، از اونجا آورده بودنشون. جریان چی بود؟ اینا براشون اس ام اس اومده بوده که باید برن ماشینشون رو بخوابونن یا برن مثلا ماشینشون رو بگیرن، تحویل بگیرن، خلاص یه چیز شبیه این. همشون به خاطر همین رعایت نکردن حجاب و فلان باید میرفتن اونجا. اینا همه اونجا بودن، میگفتن که خیلی شلوغه، خیلی مثلا صدها نفر آدم توی صفن، خیلی شلوغه. یه خانومی هم اونجا بوده که این خانومه خسته شده، گفته آقا چند ساعت اینجا وایسیم، خب یه ذره اینجا رو مرتب منظم بکنین، و با یکی از اون زنه اونجا درگیر شده. خانم کارمند ارتش بوده، برگشته داد داره، گفته من خودم ارتشی ام، اصلا برای چی باید بیایم اینجا، اصلا چه خبره؟ با اون خانم درگیر شده. خانم هم میگفتن گردن این، اون که اونجا کار میکرده خیلی گنده مونده بود، گردن این زنه رو خیلی محکم فشار میداده. و بعد خانم اون زیر فریاد میزنه که یعنی یه دونه مرد تو شما پیدا نمیشه بیاد کمک من. اینا یهو همه یه نفر رو نشون دادن، گفتن این پسره، یهو داد زد، گفت وسط جمعیت، گفت ولش کن، گفت یهو همه مردم شروع کردن داد بیداد کردن. و اون پسرم میخندید، میگه آره واقعا من این کارو کردم. ببین میگفت یک مرتبه سربازا دویدن و ما چهار نفر، یعنی اون پسره و سه نفر اطرافشو بلند کردن، دویدن بردن توی اتاق، تو حیات، تا میخوردن اینا رو زده بودن. و در حین کتک زدن دو نفر اومده بودن با دوربین از اینا فیلم برداری میکردن، و اینا حدس میزدن، میگفتن احتمالا فیلم برداری کرده بودن که اگر درگیری شد ما مثلا یه مشتی زدیم، اون یک صحنه رو داشته باشن به عنوان مدرک جرم که شما پلیس رو زدید. اینا مفصل از سربازا کتک خورده بودن، و چهارتاشون به اضافه اون خانومه شب رفته بودن تو همون بازداشتگاه اون خیابون وزرا، نگرشون داشته بودن که میگفتن خیلی هم بازداشتگاه ناراحتی بوده، و بعدم آورده بودنشون اونجا. تکلیفشون چیه نمیدونن، جرمشون چیه نمیدونن، چیکار کردن نمیدونن، فقط کتک خوردن. رفته بودن اونجا برای اون اس ام اس که به کارشون رسیدگی بشه، گرفتن زدنشون، شبم نگرشون داشتن، حالا آوردنشون دادسرای ارشاد تو خیابون ورتر، چیکارن نمیدونن. اصلا باور نکردنی بود. همینجوری که ما داشتیم با هم صحبت میکردیم، دوباره در یکی دیگر باز کردن، یه پسر دیگر رو انداختن تو. بعد میگیم تو چیکار کردی؟ گفت چی، من عموم با پسر عموم دعوا شده، یعنی پدر و پسر دعواشون شده، پسرم مست بوده، بابای زنگ زده به کلانتری 110 و آمده گفته بیاین پسر من رو بگیرید، مسته، و پسرش رو گرفتن مست، اووردنش توی، حالا من نمیدونم اون بابای خودش حالش کجا بوده که تو این شهر مثلا چقدر دست بچهش عصبانی بوده یا چی نمیدونم. خلاصه پسرموی من الان اووردن اینجا، پسرموی من اووردن اینجا، و من اومدم وثیقه بذارم. میگوش که به من گفتش که برو وثیقه رو بعد بری وثیقه میخواد، نه میخواد چیکار بکنی، بعد بری یه کاری انجام بدی، سری کاری اداری انجام بدی. میگه من رفتم طبقه پایین مثلا اون کپی که لازم بود گرفتم، اومدم رفتم بالا در اتاق باز کردم، پاسپورت بهش گفته که مگه اینجا طویله است در نزده میای تو، آه اینو بگیر بنزین اون پایین. آدمی که خودش رفته سند بیاره برای پسر عموشو گرفته بودن انداخته بودنش بازداشتگاه پیش ما. به همین راحتی که دارم بهتون میگم، به همین راحتی. عمر آدم هست دیگه، وقت آدم هست. اینا هم یک مشت آدم هن که مثل یه مشت آدم عقده‌ای مثل سلاطین اونجا پادشاهی میکنن دیگه بر مردم دیگه، هر گوهی دلشون میخواد میخورن، هر غلطی میخوان میکنن، چون گماشته های خامنه‌ای هن، حالا به هر کیفیتی اونجا زور دست این هست دیگه، اینجوری با مردم رفتار میکنن. حالا از اون طرف دیگه نگم براتون که ما رو قراره کجا ببرن، هر کی یه چیزی میگه، یه نفر میگه. بعدم اون روز عرفه بود و فردا، یعنی روز قبل از عرفه بود، فرداش تعطیل بود که چهارشنبه بود، پنجشنبه و جمعه هم که میشد تعطیل، یعنی ما سه شنبه اونجا بودیم، نه
آره ما سه شنبه بودیم، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه تعطیل میشد، یعنی لانگ ویکند بود، و بعد میرفتیم برای شنبه اگر کسی میخواست کاری بکنه، نمیدونم مدرکی بیاره اینا. حالا شانسی که آوردیم، مادر من بنده خدا اون سنده رو واقعا آورده بود و اینا رفتن اون سنده رو بذارن اونجا که به عنوان سند. بعد اینم حالا بگم یه داستانشو دیگه، طرف شماره تلفن یه چند تا چیز داده بود، چند تا اینایی که میان ارزیابی میکنن، کارشناس دادگستری. زنگ زدم به کارشناس دادگستری اول که بیاد سند رو ارزش گذاری بکنه، به خاطر اینکه اون آقا 1 میلیارد تومان، یعنی 500 میلیون برای من، 500 میلیون برای شبنم اون سال البته، قرار وثیقه گذاشته بود. بعد ما دیگه گیر کرده بودیم، اونجا مونده بودیم، گفتن که اگر میخوان اینا الان امروز آزاد بشن وثیقه میخوان. صحرا هر چی رفته بود التماس کرده بود، همون آقای اسلامی یا نمیدونم چی بهش گفته بود که حالا شما چرا اینقدر حرص میزنید، اینا که در حال باید برن زندان، حالا یه دو روز بیشتر، نگران چی هستین، مهم نیست. بعد زنگ زده بودن برای اینکه اون کارشناس دادگستری بیاد و هر کاری که اون هر کاری که ترجو تماس گرفتن که دادگستری، کارشناس جواب نمیداده تلفنش، رفته اونن جواب نمیده، تلفن یک نفر دیگر رو دادن، به اون زنگ زدن، اونم گفته که آقا الان تعطیلاته و من خارج از تهرانم و نیستم، نمیرسم. اینا رفتن گفتن آقا شماره تلفن یه نفر دیگر رو بده، گفته من دو تا کارشناس بهتون دادم. میگن خب این کارشناسا جواب نمیدن، گفته جواب نمیدن، اینا میرن زندان تا شنبه بیان. بعد میگه آقا داری صحبت از آدمایی رو میکنی که بچه 9 ماهه 10 ماهه دارن تو خونشون، بچه‌شون شیر میخوره، چیکار با گوش من نمیدونم. خلاص دیگه عجز و التماس، مادر پیر من رفته بود اونجا التماس کرده بود و اینا، و این بنده خدا گفته بود که خب من این سند رو میتونم ازتون بپذیرم. بعد دیگه حالا 1 میلیارد دیگه هیچ خونه ای نبود در حقیقت در تهران تو اون زمان، در هر اندازه ای که 1 میلیارد نیارزه. ولی این آقای گفته بود که ببین من وثیقه اینها رو کم میکنم، نفری 400 میلیون میکنم، یعنی میکنمش 800 میلیون تومان. این سندم خودم بدون کارشناسی به قیمت حداقل 600 میلیون تومان حساب میکنم و برمیدارم. اون خونه همون موقع قیمتش بیش از 1 میلیارد بود. 200 میلیون تومان هم پول نقد بدن، 200 میلیون تومان الان بریزن به حساب این چیز، به حساب قوه قضاییه اینجا، و بیان بیرون، وگرنه که دیگه برن زندان. تو این شرایط حالا اینا دنبال اینا، منم تلفن زدن و دادن تلفن رو تو بازداشتگاه، من زنگ زدم به شرکت گفتم آقا 200 تومن بریزین به این حساب لطفاً فلان بسار. این سندارم رفت دنبال کارش. حالا بماند که رفتن برای که سندو بخوام بزنن در رهن، باید برن اداره ثبت. اداره ثبت رفته بود روز عرفه، همه رفتن دعا بخونن، رئیس ساخت اومده مادر من رو دیده، وایساده گفته من خودم یه نفری کاراتو حل میکنم، کرد همه چیز دقیقه 90 دقیقه 90. از اون طرف ما اونجا نشستیم و توی قسمت خانوما یک دختر جوونی رو آورد. اینا بهتون بگم، اون خانومی که یادتون میاد بهتون گفتم داد زدن سرش که حجابتو رعایت کن، حجابتو رعایت کن، داستانش چی بود؟ بعدن تعریف کرد برای ما که نشسته بودیم. داستانش این بود که خواهر 22 سالش فارغ التحصیل دانشگاه شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شریف، یک عکسی در توییتر گذاشته بوده، یک لباس دانشگاه شریف تنش بوده و بعد با موهای باز، مثل این که یه حالی، یعنی روسری سرش نبوده، و نوشته بوده که بالاخره تمام شد، به عنوان فارغ التحصیلیش با این لباسه عکس انداخته بود و توییت کرده بود. انجمن اسلامی دانشگاه علیهش شکایت تنظیم کرده بود که ایشون با لباس دانشگاه ما کشف حجاب کرده در شبکه‌های اجتماعی. بعد یه دختر 22 ساله آنچنان هم فالوور زیادی در توییتر نداشته. ساعت 6 صبح ریختن دم خونه‌شون. 6 صبح من موندم اون گروه ضربتی که داره میره 6 صبح یه دختر 22 ساله رو بگیره، از خوش نمی‌پرسه که چه گویی داریم می‌خوریم، حالا چرا 6 صبح بریم؟ چرا اصلا 10 صبح نریم؟ چرا مثل آدم مثلا تو روز نریم؟ چرا اصلا زنگ نزنین خودش بیاد؟ چرا بریم بازداشتش کنیم؟ مگه بخواد فرار کنه؟ ریختن توی خونه،
کامپیوترش، کتاباش، همه وسایل شخصیش، گوشی موبایلش، همه رو گرفتن. 3 روز بود که از خواهرشون بی اطلاع بودن و آمده بودن اونجا. نمیدونین چه حال و هوایی داشتن. و بعد من اون دختر رو دیدم. دختره میگفتم 22 سالشه ولی شبیه یک دختر 15 ساله بود. رنگ نه رنگی به رو داشت، انقدر نحیف و لاغر، انقدر گریه میکرد. واقعا من نمیدونم. و بعد این بنده خدا فارغ التحصیل مثلا عالی ترین دانشگاه مثلا علمی کشوره و به چه جرمی مثلا گرفته. اصلا نمیدونم چه گوهی واقعا میخورن اینا، چه میکنن با مردم. خلاصه آقا ما این با 1000 بدبختی که حالا نمیخوام وارد دیتیلش بشم، ما این پولا رو جور کردیم. در این حال که ما هنوز تو بازداشتگاه بودیم، یه دختر جوان دیگه‌ای رو آورده بودن که مدام چرت می‌زد. نمی‌دونم چی مصرف کرده بود، یه چیزی مصرف کرده بود. و بعد شبنم میگفتش که همش می‌خوابیده. بعد این کسی که در بازداشتگاه ایستاده میشناختش، میگفت باست که تو رو آوردن. و بعد منتظر بودن، نمی‌دونستن بعد باش چیکار کنن. بعد گفتن پاسپورت گفته ببرش فلان جا تحویلش بده. و بعد سربازی که می‌خواست برای اونجا تحویلش بده میگفته بابا اینو تحویل نمیگیرن، اینو اونجا از من تحویل نمیگیرن، دوباره مسئولیتشو میسپاری به من، من نمیدونم برش گردونم، بدرمش، چیکار کنم، چیکار نکنم، فلان و بسار از این حرفا. خلاصه قور میزد و اینو میبرد. و راستشو بهتون میگم، بین تمام آدمهایی که اونجا بودن، این دختر بیشتر از همه به نظر ما نیاز به کمک داشت. دختری که با شبنم میگفت آره من یه چیزی زدم خوابم، دختری که میگفت گفته بود جای خواب نداره، هر شب خونه یه پسریه، یه کسی که بتونه موادشو بده، یه خواب، یک سرپناهی بهش بده، حالا هر کاری هم باش کرد کرد. و الانم توی خیابون مونده بود، هیچ جایی هم نداشت بره و مست های های بود، نمیدونست اصلا داره چی میگه، از کجا اومده. واقعا اگه یه نفری باید بهش کمک میشد، اون دختر نباید اونجا توی پاسگاه پلیس یا توی دادسرا باشه. اون دختر باید در یک جایی بستری بشه، باید برن بهش رسیدگی کنن، یک سقفی بالای سرش بذارن، یک نفر بیاد بهش برسه، بگه چه اتفاقی افتاده، چی شده، داستان تو چیه که اینجوری توی خیابون ولوی. نه اینجوری نیست. اصلا نمیدونم براتون واقعا چی بگم، یعنی چه میکنیم، چه میکنن با ما توی این کشور واقعا. و بعد جالبه تو هم مدتی که ما بودیم، سرباز رفت اون خانوم رو برد و بعد برگشت و بعد گفتش که دیدی بهتون گفتم بی خودی منو علاف میکنین، که بردمش فلانجا، از به زور نمیخواستم بگیرمش، به زور تحویلشون دادم، اونام ولش کردن دختره رو، رفت، منم برگشتم اومدم. به اون حالت دوباره اون بنده خدا دختر رها کردن توی خیابون، چون نمیخوام مسئولیتشو بپذیرن، چون نمیدونن چی کارش باید بکنن، چون نمیدونن چی بگم واقعا. خلاصه ما در واپسین لحظات اون پول رو واریز کردیم و آوردیم دیگه. اون وقتی که ما داشتیم میرفتیم، آها بگم بهتون، ساعت 5 که شد یه نفر اومد، اون پسری که برای پسرموش اومده بود چیز بیاره، سند بیاره، رو آزاد کرد. گفت فلانی بله بیا بیرونم. گفت بله. گفت برو دیگه این برای پیاد نشه، دفعه بعدم ادب داشته باش. بنده خدا هم گفت باشه چشم، ادب حالا من نمیدونم چی کنم. فرستادنش رفت. بعد اون 4 نفری رو که دستبند به هم زده بودن رو آوردن، دونه دونه صدا کردن، گفتن اینو اینجا امضا بکنین و تعهد بدین که دیگه به مأمور دولت اهانت و بی احترامی نمی کنین. یه آقایی که لهجه غلیظ کرمانی داشت گفت آقا من خودم شاکیم، من اصلا بی احترامی چیزی کردم، من اومدم یه جایی گرفتین منو کتک زدین، یه شب بازداشتم کردین. ببین سربازی یارو رو برگردوند، هلش داد دوباره توی همین بازداشتگاهی که ما بودیم، گفت پس برو بمون به شکایتت برس. بعد یارو گفت نه گوه خوردم، غلط کردم، آقا بذار من برم. بی کجا رو امضا بکنم، چی رو امضا بکنم؟ گفت یالا بیا اینا رو که بهت میگم بنویس. با یه دندون قروچه تمام اینها رو نوشت و امضا کرد و این بندهای خدا رو همون ساعت 5:30 رهاشون کردن رفتن. دیگه ساعت نزدیک ساعت 6 که بود و ماشین آورده بودن دم در که دیگه اینا رو ببرن، یعنی هر کسی که میخواست بره دونه دونه میرفتن بیرون، یک دستبند به دستشون میزدن که اینا رو بتونن ببرن سوار اون ونه بکنن که ببرنشون. مثل اینکه خانوما رو میبردن ورامین، آقایون هم میبردن تهران بزرگ یا یه جایی شبیه به این. اونجا خلاصه ما شانس آوردیم که دیگه ما رو رها کردن. ساعت 6 ما برگشتیم و حالا فکرشو بکن ما 7:30 صبح از خونه زدیم بیرون
به این هوا که بریم سریع به کارمون برسه و برگردیم دیگه. از 7:30 صبح که زدیم بیرون تا 6 بعد از ظهر بچه‌مون گشنه، چه وضعی واقعا، اصلا نمیدونم اصلا چه حال و هوایی داشتیم و بعد بعدش دیگه چه حالی داشتیم و میدونستیم که دیگه ما چه آینده احتمالا شومی در انتظارمونه با این وضعیت. ما رها کردن. اون موضوعی که واسه میخوام بهتون بگم اینه که این اتفاقاتیه که هر روز داره در ایران میفته. الان آرمیتا توی کماست و نمیدونن واقعا چه اتفاقی قرار براش بیفته، ولی که این آرمیتا یه محصای دیگه است و محصم یک زهرای دیگه است، زهرام یک مریم دیگه است، مریم یک ملیحه دیگه است، ملیحه یک ماندانای دیگه است. یعنی این رفتاری که 45 سال اینا دارن با ما انجام میدن، یعنی این رفتاری که الان با این دختر اتفاق افتاده اتفاقی که هر روز داره میفته. حالا یه نفر سرش میخوره به یه جایی، یه نفر رو هل میدن یا رسانه ای میشه. اصلا این رفتار که ما هیچ کرامت انسانی توی مملکت نداریم، اینکه اینجوری با ما رفتار میکنن هر طوری که دلشون میخواد، به ما میگن چی نخوریم چی بخوریم، به ما میگن چی نپوشیم چی بپوشیم، هر مدلی که دلشون میخواد برای ما تصمیم میگیرن و با ما رفتار میکنن، به ما اهانت میکنن، تا این حد ما رو خفیف میکنن. همیشه در ترس و لرزیم. همه ما، همه شما که الان دارین ویدیو نگاه میکنین مجرمین، چون قطعا توی منظرتون یک موضوعاتی دارین که خلاف قانون این هاست. همیشه مردم رو در ترس نگه میدارن. در حقیقت فانکشن این دادسرای ارشاد یا دادسرای مشابه اینه که همواره ما رو در ترس و اضطراب نگه داره، که همیشه ترس داشته باشیم که در مواقعی که یک سری آدمی شجاعت به خرج میدن و خیابون توی خیابون میریزن، ما جز اون قشر خاکستری باقی بمونیم و ترس داشته باشیم، چون همیشه با ترس زندگی کردیم. فانکشن اینا اینه که همیشه ما رو از حکومت خامنه‌ای بترسونن، همیشه بهمون بگن که اگر الان دارین راست راست راه میرین، برای اینکه ما نرسیدیم بیایم سراغتون، و الان به وقتش سراغ هر کدومتون که بیایم همتون مجرمید. آرزوی مرگ دارم برای تک تک اینها، آرزوی نابودی دارم برای این سیستم و آرزوی آزادی دارم برای ایران. ساعتتون درد آوردم. کات.